مسمومیت دانش آموزان دختر در ایران بخش از گزارش تلویزیون زده اف آلمان ده اردی بهشت هشت مسمومیت دانش آموزان دختر در ایران ماه که ناآرامی ایجاد کرده است پزشکان از مسمومیت با گاز صحبت می کنند اما وزارت اطلاعات در بیانیه خود آن را یک حراس جمعی می نامد. اینها تصاویر همین روزهای ایران است دانش آموزان در مقابل ساختمان مدرسه خود درگیر مسمومیت هستند حملات با گاز به مدارس ادامه دارد در حل این مشکل مقامات ناتوان به نظر می رسند اما بسیاری معتقدند که رهبری رژیم ایران نمی خواهد حملات شیمیایی به مدارس را حل کند یکی از دختران می گوید من فکر می کنم اونها با این کارشون تلاش می کنند دختران رو در مورد شرکت در اعتراضات اخیر بترسونند اونها فهمیدند چه کسانی در این اعتراضات نقش داشتند و حالا میخوان اونها رو مجازات کنند. گزارشگر تلویزیون میگوید مصاحبه کننده به سختی میتواند توضیح دهد که چرا نمیتوان از این حملات در دولت ایران جلوگیری کرد. اگر مهاجمان به حلقه درونی قدرت دولت مرتبط باشند، این سوال مطرح می شود که چرا عاملان شناسایی و به طور جدی تحت پیگرد قانونی قرار نمیگیرند از سوی دیگر، رهبری ایران میخواهد در ردیابی زنانی که روسری به سر نمی کنند اقداماتی به عمل بیاورد برای این منظور باید نظارت دوربین ها در خیابان ها را به شدت مورد استفاده قرار دهد فرمانده نیروی انتظامی رادان می گوید ما از فناوری مدرن برای شناسایی افراد استفاده خواهیم کرد این زنان اختار دریافت می کنند و در صورت تکرار تخلف مدارک آنها به مراجع قضایی تحویل داده می شود. اکنون زنانی که قوانین هجاب را زیر پا میگذارند از دسترسی به وسایل نقلیه عمومی بانک ها و بسیاری از مغازه ها محروم هستند بله ما باید قوانین هجاب را رعایت کنیم اگه نمیخوایم دچار مشکل شیم و از عواقب آن جلوگیری کنیم اما چیزی که شما را به اجبار میکشونه هرگز راحت نیست سوال مردم ایران این است که اگر به خاطر هجاب دوربین نصب کنند پس چرا به خاطر حملات شیمیایی دوربینی وجود ندارد. هیچ چیز مهمتر از جان انسان نیست. روشن شدن عاملان حملات گازهای سمی به مدارس حتی پس از گذشت بیش از چهار ماه هنوز در ابهام است. Die Aufklärung der Giftgasanschläge auf Schulen aber lässt auch nach über vier Monaten weiter auf sich warten.